مهدی جان گذشته عمر ما دل بی قراره، دل عاشق قراره رویاد قراره دایاد بیداد، زمستون دلی که باران دیزنان، دلی که دل بری داره به واره دایاد بیداد. Despacito, visiame de ti san capito, vasi mi rivaro zabito, ager io varis tutto. سلام داداش، خاری، سلامتی؟ غلام رضا جانم جان، پس فلافل استاد کن. باشه چشم. فلافل دونونه. باشه چشم. خوبی داداش؟ داده بیداد، خدای شکر. سردار عوض کردی؟ پرهمن چی میگه؟ با فهیمه خانم آرایشگاه زدیم شریکی، گفتم اسم باید مسما داشته باشه، فهیمه رحمت، فرحمت. فهیمه خانم گفتش که فرحمند. یه هرچی فهیمه خانم بگه دیگه. باریکلا، خیلی مسما. چرا مثل کتک‌خورای فیلم فارسی شدی؟ مرتضی عقیلی نمیمونی. دعوا گرفتی؟ بیا بشین. کاش دعوا گرفته بودم، کاش منو یکی کتک زده بود، کاش یکی منو زیر مشت و لگد گرفته بود. رحمت به روزگاری افتادم که خلق منو با زبونشون میدونن. امروز بگو کی منو با زبان زد؟ اون لنگدراز دوباره تو رو زخم زبون زده؟ مبینا. مبینا؟ مبینا کارگر بوتیک؟ آه نگو کارگر بوتیک، بگو سرکار خانم مبینا صاحب بوتیک. دروغ جان تو. تو اون بوتیک اول من بودم، دوم من بودم، سوم من بودم، بعد خانم عطایی، بعد ستایش، بعد مبینا. بیا برو ببین چه روزگاری درست کرده برای خودش. بعد از ورشکستگی من اونجا رو خریده، اون دوتا رو من انداخته بیرون، همین جور پول میشماره. دروغ جان تو. رفتم اونجا میگم حالت چطوره، خوبی دختر، چه خبر؟ میدونی من چه پیشنهادی داد؟ پیشنهاد ازدواج داد؟ ای بابا تو هم ذهنت مریضه. ای میگه من دنبال یه آدم چشم و گوش پاک میگردم، بیاد اینجا وردستم، واسه تو میتونی بیای؟ خب دمش گرمی که بد نیست. بابا چی دمش گرم؟ من برم شاگرد خودم واسه؟
نمیتونست دستانشو با صابون بشوره این بشر. آقا بالاخره میگی چه پیشنهادی داشت یا نه؟ به من میگه روزی 14 ساعت بیا برو دم در پاساژ واسا، یه دونه از این مقوای حراج بنداز گردنت، کفش یه دستت، پیران یه دستت، داد بزن، دو تا بخر سه تا ببر، دو تا بخر سه تا ببر. یعنی آقا رحمت بعد 40 سال زندگی من باید اینجا زندگی واسم؟ آقا شما نباید بری اونطور جاها. آقا من رفتم مزنده اجاره پاساژ ببینم چه جوری هست. قیمتا نسبت به پارسال 4 برابر شد. دروغ. به جان تو 20 روز نقی رفته من کفش از پا در نکردم، گفتم برم یه جایی رو پیدا کنم این قدیم منو گوشه کنایه نزنه. نقی داره بر میگرده، من هنوز اندر خمه یک کوچم. شب میای فرودگاه؟ فرودگاه؟ فرودگاه مال کسی که وضع مالی درست حسابی داره، منو دلا کن یک قرون توی جیب من نیست برادر. خب مایش یه دستگل دیگه پیشواز. من دستگلی هم گل؟ من کسی بودم که تو این جور مواقع کم کم یه گاو میزدم زمین، گاو نه گوسفند میزدم زمین. بدبختی مثل چسب رحمت منو چسبیده ول نمی کنه. اب نداره داداش، فدای سرت، بیا اینجا دم دست خودم بایستم. آقا من آرایشگری بلدم بیام دم دست تو. آرایشگری نمیخوام که، میخوام بیا اینجا تکیه گاه من باشی. دمت گرم، دست در نکن، ممنونم از تو. چرا داداش جدی دارم میگم، من اصلا تو رو میخوام. خب منم تو رو میخوام رحمت جان، ولی اینجا یه کفت از آرایشگاه کفاف تو رو هم نمیده، تو خودت داری مگس میپرونی، من بیام سربار تو بشم؟ سربار چی داداش؟ من یکی رو میخوام دم دستم باشه که دو بار در روز جارو کنه، 4 بار خورده مو جمع کنه، مشتری خاص اومد چایی دم کنه، خواستر اومد اسپرسو دبل بده دستش، ویژه بود قلیون براش چاخ کنه. تو الان دیگه سن و سالی ازت گذشته، دستات خوش شده، آرایشگر باید خام بچه باشه، همینجوری انقدر کار بکنه تا انگشتش شکل بگیره. بعدش هم من خودم اینجا هستم در خدمت داداش، بالاخره یه چیز میذارم کف دستت، مشتری هم میاد یه انعام میذاره کف دستت. مشتری های اینجا هم الحمدلله رب العالمین 190 همه انعامی هم. اینی که روپای خودت وایسی دستت تو جیبت باشه دیگه، یکی مثل اون دراز حرفی نمیزنه، زیر دینش هم نیستی. بعدم چیکار میخوای بکنی؟ میخوای بری دم پاساژ وایسی صبح تا شب، شب تا صبح، گرما سرما زمستون تابستون همش داد کنی، هوار بکشی صدات بشه این اگزاز خاور؟ فهیم خانومم که دختر خاله خودته، آرایشگاه زنونه زده، اونم میخواد خرید کنه، خریدای اونم انجام میدی، یه چیزم اون میذاره تو جیبت. بالاخره منم که شعبه دوم مردونه رو دارم میزنم، سولار میخوام بیارم، میخوام بوتاکس تزریق کنم، هزار تا اتفاق دیگه میفته دیگه. کجا میری؟ من گفتم فلافل بیاره که. مار کوفت داره بخورم فلافل تو رو نخورم، فلافل بخوره تو سرت. اون خورده موهات هم بگو اون دو تا برادر چلقوزت، اون دو تا واکس فرچه، اونا بیان جمع کنم. غلام رضا. بله. غلام رضا. بله آقا. فلافل کنسله. کنسل. کنسله. یک دو سه. قبوله. آقا کاموش قبوله. 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 قبوله. آقا کاموش. داشتی قبوله فدای تو. ۵۰ تومن شیرین خدمت شما. آقا دمت گرم. اسکندر زمانی. اجازه بده من دستاتو ماچ کنم. بیا. اجازه بده من پایتو رو ماچ کنم. آقا کاپشنات. مام
گشنمه. از ذخیره تو استفاده کن. یه گشنمه گشنمه. یه چیز جدید بگو. اون پاره بگیر. سلام هم نگاه. ای آبجی کجایی؟ چرا اینقدر دیر اومدی؟ هیچکی نیومده؟ ارسطو اومده رفته اینجا اطلاعات بپرسه که این پرواز اینا کی میشینه. شما خوبین عمه؟ خوبی آبجی؟ نه خیلی بد. چرا خدا نکنه؟ بدبخت شد. بهش تذکر دادم. الکی شایعه درست نگفت فعلا معلوم نیست. خدا منه من دارم خیلی توفق مصابی. به تو چه؟ نه توفق نیست با این خواهر شوهر تو منو بیچاره کرد. خواهر کدوم شوهرم؟ شوهر کدوم خارمه؟ کی؟ بهنوش بابا بهنوش خواهر به جون که انگلستانه کی؟ هم منچستی با تو چی کار داره؟ این چند وقت پیش زنگ زد. خب گفت من دستور پخت ترشی ترو باقال قاطقو میخوام. خب قشنگ واسش توضیح دادم. خدا خیرت بده آبجی. اینا دیار غربت هم دست اینا به هیچ جا بند نیست. اما جنس خرابه میبینی؟ من که زندادش اینم از من نپرس. کجا من از دست اینا باید بکشم؟ کاش از تو پرسیده بود. نه من خدا رو شکر اصلا احتیاجی به تایید اینا ندارم. الحمدلله من یه دست بشورم یه اشکنه درست کنم و صد تا دست پخت اینا بهتره. آخ آخ فقط حرومشون بشه اون که من درست کردم این ریختم تلقوم اینا. درست کردم ریختم تلقوم اینا. فکر کن فرمه یه بابا این سنگ زد که من مهمون دارم. خب میخوام یه چیزی بذارم جلوی مهمونام که دیگه مثلا سنگ تموم باشه. منم هر چی بلد بودم بلد نبودم واسه این توضیح دادم. خوب کرد. آقا نگوی میخواد بره مسابقه آشپزی شرکت کنه. خب با دستوری که مام بهش داده نفر اول میشه 1000 پوند میبره. تو رو خدا بی خود کرده 1000 پوند نصف اینو باید بده به تو. ناراحت نباش من از حلقوم میکشم بیرون. بابا پولش بخوره تو سرش من به خاک سیاه نشونده. چرا آبجی چیکار کرد؟ آخر مسابقه مصاحبه کرده میگه من از دوست عزیزم که منو راهنمایی کرد تشکر میکنم، خانم هما سعادت گوینده اخبار شبکه مازندران. ای بابا میخوای تشکر کنی تشکر کن، شغل و محل کار منو واسه چی میگی؟ آخه آبجی این به تو افتخار کرده ذوق کرده بعدش افتخار داده به جرم همکاری با شبکه های معاند. چی؟ معاند. بعد میگفته همسایه‌مون ماهواره داره. از ما میپرسن میگیم ماهواره نداره. مگه شما ماهواره داری؟ نه آخر این مشخاب مشخاب ماره تو. آبجی الان خدا باید رحم کنه. چی باید بکنی؟ شانس منو میبینی؟ یه ماه نیست رفتم سر کار. الان اخراجم کنه همه فکر کنه چی شده. هیچی نیست آبجی، تو رو خدا اینقدر قصه نخور. الان شوهرت تو داری میاد این کارا رو میکنی شگون نداره. مامان اشکال نداره بابا درستش میکنه. آره همین مونده بابا درستش کنه. همین جوریش هم اون فکر میکنه اون پارتی بازی کرده من رفتم سر کار. مگه نکرده؟ میبینی؟ نگاه خود چی تو کله اینا کرده. ما من خودم زحمت نکشیدم. من خودم کلاس نرفتم، دوره ندیدم، امتحان ندادم. عیب نداره آبجی، بچه‌ام یه چیز میگن دیگه. داداش من برای تو نکنه برای کی بکنه؟ شوهر توی دیگه حقت خانم، تو زن اینی حقت به خدا. آبجی خونه بزن. چی؟ 1000 پوند تو موبایل تو ماشین کن ببینیم چقدر میشه. 20 سال از غیب برای اینا میاد. از غیب یا آفاس من میگیری از اونجا. سر 10 دقیقه میشینه؟ بله سر 10 دقیقه. تأخیر من خیلی که نداره که اینه. خیلی نوام خود چک. آره بهتون میگم خبر میتونم. شام خونه نقی هستی؟ شام خونه نقی هست. آره خونه نقی هست. آره اگه کامله میگم بیا. دادا هاپ قردیاره آدم فضایی که ندیدی منو دیدی. چیگاه قردی داداش؟ کم کم 1200 پول کچلوار توه. 1200 فقط پول گرواتیه که من به خاطر این فرودگاه نزدم. سر تو قیمتا نیست ها. داداش صبح شیپیش تو جیب تو ملق میزد. چی شد از مثل مامور 207 تیپ زدی؟ چیگاه کردی؟ دنبال کار میگشتم جویندم یاونده سرمت جان. شما رئیس جمهور شده بودی از صبح مساعده هم گرفته بودی تو الان نمیتونستی همچی کاری بکنی. چیکار کردی؟ همت جان طبع من بلنده. من نمیتونم. 10 دقیقه دیگه میاد. من نمیتونم به خاطر 4 تا خورده مو کف مغازه تو بیام سر کار که. حالا تو رو میبرم سر اون کار. شما یه سال آبپنک میخوردی کسی نیومد یه سر بزنه توره. فکر کردی این چیزا واسه نقی مهمه؟ تیپ و قیافه؟ اون الان فقط منتظر دلدل میکنه بشینه زمین همه حاجی حاجی ببندن به نافش. تو گونی هم میپوشیدی واسه اون فرقی نمیکرد. الو چیز جان، گل جان، چیز شهروز جان. ببین اینا آماده است. حل دیگه. لاغر ماغری نباشن ها. باشه ببین پس یه دونه سر کوچه یه دونم در خونه میزنیم زمین دیگه. آره فدایت باشم خدا حافظ. بسخواهی میکنم چی رو بزنن زمین؟ گوسفند گفتم یه دونه سر کوچه یه دونه در خونه بزنن زمین.
سلام. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ یا الله. دیدی پسر خاله ماشاءالله چی تیپی زده. آقا کمر نیفتاد این گل به این سنگینی را آوردی بذارون نیست. من الان با خانم اطلاعاتی پرواز صحبت کردم تا 10 دقیقه دیگه ان شاء الله هواپیما میشینه زمین. هواپیما ان شاء الله سلامتی. سارا نیکا بیا بروز جان، بیا بیا از خودتون پذیرایی کنی، اسنک پنیری. خیلی چه زحمت کشیدی. خواهش میکنم. چرا خرید کردی؟ بریم خوره شام میخوریم دیگه. بابا حالا گفتم یه حالا یه مایه‌دری بگیرن، یه خورده جون بگیرن بچه‌ها. بابا خانم چیزی شده؟ ناراحتی؟ نه. شوق دیداره. اما خانم ان شاءالله سری بعد دوش به دوش حاج نقی تشریف میبرین کعبه رو طواف میکنین ان شاءالله. بیا گل، بیا بیا فدا شمشم. اگه دلتو خنک میشه میخوای زنگ بزنم خاره بیا. نه 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 بهبو چی شده؟ بهبو چی؟ بهبو چی؟ بهبو چی میخواستی بشه؟ مگه مرده چیزی میشه؟ آه کشمیش هم دوم داره، همیشه تای بهبود یه خدا بیامرز بذار. الان ما اصلا راجع به بهبود حرف نمیزنیم، داریم راجع به خواهر این حرف میزنیم. رنگ تو اونجور نپره. خواهر بهبو چی؟ خواهر بهبو چه اتفاقی افتاده برات؟ اونم طلاقی شد. اون لندنیه لندن زندگی میکرد دیگه، درسته؟ چیزی نیست، چیزی نیست. ماجرا چی میشینه؟ فکر کنم 10 دقیقه دیگه میشینه. یه خواهشی میتونم ازتون بکنم؟ اصلا راجع به این موضوع دیگه حرف نزن. باشه. ما همینجا به نخی. به نخی. باشه. باشه. باشه باشه. خیالت راحت خانم. خیالت راحت. من هیچی نمی. آبی جی اگه میخوای کسی چیزی نفهمه فقط به ایشون بگو. آقا رحمت. شما بی زحمت خودت؟ آره. خواهر بهبود چی؟ یه بار دیگه بگو خواهر بهبود. اومدن. بچه تو تو آدمیزاد نگشته؟ چه سر و وضعی بلند شده اومده فرودگاه؟ حالا هر کی ندونه فکر میکنه تازه از زیر کرسی در اومده داره میره حیات بره دشوری. آقا بلنش دایی تو بشینه. بلنش بلنش بسن. های نه باله بفرم بیتاش این چی سر تیپی هست؟ ناسلامتی اومدی استقبال دایی تو یه جوری تیپ میزنی که آدم خجالت میکشن، همه آدم متلک میگن. چشم من رمدی تیپ بده عالیه. چی؟ با یه قهرمان ملی درست صحبت کن. بهتاش دایی بگو خودت، ما نگفتم دیگه. باب چه دست گلی باب دادی؟ دست گل باب دارم در حد بوندسیگا رحمت پا قدم نقی دمش کم. داداش صندوق اخراش بهبود. با این خواهر بهبود رفتی توی این خواهر بهبود بگو این عمه لندنی تو هست طلاق گرفته جدا شد. عمه لندنی من چی؟ با نه طلاق چی چی؟ عمه تو رفته توی یه دونه شبکه ناجور. اونجا اسم آقا من اعتبار چرا نمیذاری من حرف منو بزنم؟ نه شبکه ناجور که نه، یکی از همین شبکه های فارسی ماهواره. چی موجی شده؟ نه موجی نشده، تو مسابقه آشپز شرکت کرده، اسم من رو برده من رو بدبخت کرده. بگو هزار پونم گرفته جایزه گرفته. حالا داستانش طولانیه من میگم براتون، تو بگو چی میخواستی بگی؟ Ladies and gentlemen, I never want to take my body first as far as... آقا بنده این هفته میخوام برم ترکیه برای مسابقات فوتبال چهار جانبه. شوخی؟ بله جدی. ترکیه؟ بله. اون وقت به چه عنوان؟ چه عنوان شه؟ من دروازه‌بانم دیگه. دروازه‌بان چهارم هم اگه میبرن. اما یه چیزی به بچه‌ت میگم ناراحت نشه. سوال پرسید خود جواب بده. نه آقا خودت بگو. دروازه‌بان چهارم هم اگه میبرن؟ او چرا میگه دروازه‌بان چهارم؟ من سنگروانم، دروازه‌بان اول هستم. پترچک ایرانم. اوجی ببین من کی دارم میگم. دو سال دیگه بهتاج تو تیم ملی ببینیم. ایشالله این نشون ایشالله. مگه این مردی بیلاون نبود؟ تو کارواش کار میکرد، الان ببین به کجا رسیده. آفرین بهتاج. فقط سیگار نمیکشید. بچه چرا حرف؟ اصلا اینا کی گفت؟ نه نه نزن بچه منه. آقا تو خودت بگو دیگه، بگو چجوری دارن توری میبرن؟ یه مسابقه چهار جانبه هست تو ترکیه بین تیم های فنرباغچه، پاناتیناکوس، گالاتاسرای و نساجی قمشاشی. خب آقا چی؟ بنده به عنوان سنگربان توی مسابقه حضور پیدا میکنه. ای خدا داداش پس حقیقی که میشه؟ حقیقی که معصوم شد بابا. بعد دروازه‌بان دو هم که اصلا وثیقه نداشت، دروازه‌بان سم بنده خدا این زنش پا به ما بود، شانس به ما رو کماشیم دروازه‌بان دیگه. بله دیگه بالاخره سفرش بابان جواب داد. سفرش بابای تو علکی چه؟ نه جان عمه بابای تو که همو اول با هزار جور التماس رفت پیش رئیس نساجی، مردی اونجا به این گفتش که اصلا تو نمیگفتی ما خودمون اینو به خاطر قدرش میخواستیم. این تو چرا حرفا اینو تکرار میکنی؟ نقی چه سفر؟ آقا اصلا نقی برای کی تو حالا کار کرده؟ سفارش کی کرده؟ حالا یا سفارش کرد یا نکرده ولش حرفشو نزن. من دارم سفر علکی حال آدم با سفارش بد میکنه. آقا من بگم حرفی راجع به سفارش و نقی چرت و پرت من قاطی میکنم. چرت و پرت چه؟ من زمان که من پترچک ایرانم. خیلی خوب. اومد راجع به من. اومد. بریم آقا راجع به سفارش بباره چیزی نشم اما دیگه. چشم نرگسی بیدار محمده هر کس خانه محمد به
شناسیده بگو سلی اهلا نامی محمد های بگو سلی اهلا نامی محمد های بگو سلی اهلا نامی محمد های عاشق زهرم من دردت بنالم های عاشق زهرم من دردت بنالم یا الله ببخشید یا الله داداش را بده حاجی داریم ببخشید آقا ببخشید ببخشید ما مسافر داریم ببخشید پوش آقا پوشش آقا جالی زگی برای سلامتی حاج نبی معمولی قهرمان پیشکسوتان جهان و همچنین کارمند پاکدست مجلس شورای اسلامی صلوات قرار خط کن حتما تو بعد اینو میگفتی؟ آقا رفته کلی هزینه کرده خرج کرده حاجی شده اسمش هم نیاره ایمه پسر خاله ایشالله شما بری بیایی ما اینجوری که پایش هم ایشالله چی شده؟ ایشالله. خدا رحمت کنه کلا سرشه یه بان پیچی؟ اما بان زدن شله پلش کرد به خدا نکنه پلیس عربستان کتک زده آقا تریاکه که اینجا گرفتن ازش آره خلاص دیگه حق دیگرانو بخوری همین میشه حق دیگران خوردن نداره داداش بس دیگه نه چی گفتم مردم وای زدن آره تقی جان الو 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 سلام نخی جان هاش خانم فدایت بشم خوبی خوبی چی شدی تو بپوش بگو ما الو ما ایس کرد سارانیکا خوبن خوبن عزیزم تو بهداشت نگاه کن نقی سرت چطوره؟ چی شده؟ چرا بستی؟ نه چیزی نیست سما جان من تو این مراسم رمج جمرات بودم خب این پرتاب میکنن سنگ به خانه شیطان چی میگه؟ من رفتم جلو که سنگ قشنگ بزنم دقیق به منزل شیطان این چند تا پیره مرد پشت من وایساده بودن ضربه دستشون کم بود زورشون کم بود خواستن سنگ بزنن خانه شیطان اپوش زدن به کله من هیچ بابا تو رمج جمرات رمج چی؟ مراسم سنگ زدن مثل اینکه سنگ خورده تو سرش شیطون از جیب من سنگ زدن نقی جون آقا با شما نقی چی میگن اینا؟ هیچی نگرانن همه نگرانتن الان خوبی؟ نگران نباش من خوبم چیزی نیست یه ذره افقی شدم و الان ردیفم خب اگه گرفته چند بدونه تو بیا بیرون دیگه هاش خانم چه خبر؟ بابا من که نرفتم مکه ای به من میگی هاش خانم دیگه آدم شوهرش بره مکه مکه‌ای شده دیگه من این حاجی رو خدافظی کنم اومدم فدای تو بشم قربونه قربون عشق عاشقی حالا بعدا نه گیر یا مایه دیگه خدافظ شما خدافظ یارا خدافظ شما ان میبینیم شما خدافظ شما خدافظ شما اومد داره میاد برای سلامتی همه حاجی ها صلوات خدا حافظت باشه محمد صلوات بر محمد آه آجی جا خدا حافظ محمد بار حاجی بیایی سلام بدایی تو بشه حافظ باشه انشالله به سلامتی دخترت هم بزار یبا بدات بکم الهی خوش اومدی حاجی خوش اومد حاجی باشون شوگای میار نیامو ها بانو بانو جان چه بلا بر سر میار بی آب جی چی شد کنیجا آب چی شد همه جای آب قطع شما آب قطع بشه دیگه نوبره که آقا من نمیدونم برید یه جا آب ما پیدا کنیم برنج من مونده زندون در بلند و باز نبونه زندون در بلند و باز نبونه شعر و غزل بدون ساز نبونه شعر و غزل بدون ساز نبونه نامرد رفقه دروز نبونه
مرد رفت قصد راست نبونه، شعر و غزل بدون ساز نبونه، شعر و غزل بدون ساز نبونه. اره شمالیم اره شمالیم سالار مردیم ترگم جان رفت خوش نبی معمولیم، ترگم جان رفت خوش نبی معمولیم. کارا چی میکنید؟ حاجی از مکه اومده، باید چاوشی بخونید. حاجی آقا چاوشی بخونید. اول به مدینه محمد مصطفی را صلوات. دوم ز نجف علی شیر خدا را صلوات. سوم به دخت نبی فاطمه زهرا را صلوات. بفرمایید. ببین اونجا چیزی کم کس نباشه. منو بگو. خب باشه چشم. جنتلمن جنتلمن جانم. او یس. این آقا اینجا کاری داشتن؟ آقا کی شما رو گفت اینا رو امشب دعوت بگیری اینجا واسه ما بخونن ها؟ من معذرت میخوام، ما داشتیم با کامران هومن مذاکره میکردیم، متاسفانه مذاکره به سر انجام. آقای چی حرفه داری میزنی؟ اینجا همینه دیگه، همین دوتا میخونن. شما نمیدونی من با این دوتا دعوا گرفتم؟ ندیدی نقیره میخواستم بفرستن گله دار؟ نو این شما بودی که نقیه میخواستی بفرستی بالای دار. مواد تو جیب شما بوده، برای کسی مهم نیست مواد مال کی بوده. میگن تریاگ اکی در اومد. آقا این دوتا زدن مردی رو تیکه پاره کردن، بعد تو اینا رو الان دعوت گرفتی بیان تو مجلس ما بشکن بالا بنداز را بندازن. چیه جان؟ چیه ببر. ببین زدن که زدن، به من و تو چه بابا؟ داداششون حقشون مالشون، به من و تو چه؟ فهیمه خانم خودت میدونی و پسرت. من با این بچه دیگه هیچ کاری ندارم. بچه تو قنداقه. دکتر اینجا زنون هست، اگزید از اون بر. لا اله الا الله. آقا رحمت تو رو خدا استریش نداشته باشی. برو برو. چی شد؟ چیه؟ ندیدی این اسپند بالا پایی میپری؟ زدن شونه اینجا این مردی رو قلوکن کردن. چیه؟ چه تیبه درف میزنه؟ برای من لیلی مجنون بازی در میاری؟ بابای من تو جنگل گلوله خود توی همه جلز ولز نزدی، حالا این بشه یه اینجا یه اینجوری خورده میخوای سر منو ببری؟ دارو شکن بابای تو مرد، زبون تو رو ندید. دارو شکن بابا مرد، اون اصلا چی چی؟ من دیگه رد دادم. نقیمون جنتلمنه جنتلمنه. آقا من دست خودم نبود، مثل آدمی که سر از خودش نباشه همینجوری جمعیت رو پس زدم پس زدم پس زدم رفتم جلو. مردی رو صدا زدم گفتم بابا. مردی برگشت به زمان خارجکی گفت یس جان بفرمایی شما کی هستین؟ من شما رو نمیشناسم، همچه کسی رو من نیدم تا حالا فرزندم. حاجی تو مگه خارجی بلدی؟ من نمیدونم، شما اگه پات از مملکت گذاشته باشی بیرون بابا همه جای دنیا بابا میشه. حالا یه جا برمیدارن اینه مثلا سه تا نقطه میذارن زیرش میشه پاپا، یه جا کلمه رو یکم بالا پایین میکنن میشه مثلا چه میدونم فادر، یه جا میشه پادر، یه جا میگن ددی، بابا بابا میشه. خلاصه مخلص کردیم این که سر شما رو در نیارم، من بابا رو جای جای مکه مکرمه مدینه منوره دیدم. خدا با پنجلی رو بیامرزه. خدا رفتگان شما رو بیامرزه. خدا همه رو بیامرزه. خدا همه اسیران خاک بیامرزه. دیگه شما باید بفرمایین هاش پنجلی دیگه. بله مکه که دیگه ما رفتیم، حالا ایشالله من صبح بلند شم برم یه حاجی بذارم اول اسمش. نقی جان سرکله تو شد؟ سرکله من که گفتم این ماجرای سنگ زدن به شیطان. بابا ما بساطی داشتیم، بدبختی داشتیم، اینجا پای من زنبور زد. اونجا نگاه کن زنبور ماچ کرده. اونجا در سرزمین وای شما حیوان زنده ره هیچ جانداری رو کلن موجود زنده رو نباید بکشی.
دیگه. ولی من یه جور شد که این نیشه به من فرو کرد، اینقدر عصبی شدم، اینقدر آمپر من رفت بالا که دیگه یه ضربه زدم هرچی کشمیش کنی پیشمیش کنی نرفت و دیگه ما زدیم اینه از بین بردیم. ولی من بعید میدم این چیز محسوب نمیشه، عمدی یعنی قتل عمدی محسوب نمیشه. نه بیدم تو جاده یه و نپرده جلوت که بگی آقا قتل خیلی عمده. شما بیخ بیا خودت زدی کشتی، ترتیب زنبور دادی عزیز دل گل، ترتیب زنبور دادی. قتل که گردن نمیگیرم من، این به من ضربه وارد کرد، نیش وارد کرد، من کنترل من دست دادم، عقل من یه دستوری دیگه داد، بی اختیار اینه من زدم پسر. قتل حساب میشه آقا؟ ولکن قتل چی؟ قتل مال آدم حشره مگه جز قتل حساب؟ جانم از یه لحظه حالا من جناب مالکیشون رو سوال میکنم، اصل فرش رو میپرسم ببینم درستش چیه. بفرم آقا سوال کن. بفرم. یا الله سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید. ورا ما تا شیشه رو زدم. شما چه کردید؟ سارا نیکو عمه. خانم آب چی شد؟ برنج دیر میشه. آنه آب میاره، برنج من نیم ساعت دم میکشه، نگران نباش. فقط مهمونه کسی چیزی نفهمه باش. عمه بیارین دیگه برنج بیار. درسته درسته. بیتاش بله. بیتاش آماده هم موتو کرد. یه در بزار تلفن دارم صحبت. من به شما گفتم که این خال برداره دیگه، درسته؟ اما الان احساس میکنم اصلا به صلاح نیست. نه نه یه هوی نیست. نه عزیزم من کلی فکر کردم. دو تومن داری به من قرض بدی؟ یعنی چه؟ آقا من میخوام حتی پول. الو بتاش. الو بتاش. بله آقا ماشین سوار شو برو چند تا بسته آب معدنی بخر بیا ملت گشنن. چرا من بگیرم؟ بگو رحمت بیا بگیره. ای رحمت، رحمت هر چی میشه رحمت، ستم کشتر از این رحمت تو این خونه زندگی نمیکنه. من دیگه رد دادم. آقا کجا میری؟ میخوام برم کاپشنم بپوشم. آفرین سری بتاش. اینه آب، این همه برنج دب آب. همینقدر نیست که رحمان رحیم من دارم میاد. آقا کجان که بیا تقی بیا بیا بریز آقا بیا بریز. کمی باید میارن آقایی میارن. نوزه به کارت میام. این کجا بود؟ خوبه دیگه. دایی تو الان یه دبه آورد، الان رحمان رحیم من میگیرم میارم. خیلی خوب. پس من دیگه نمیرم آب بگیرم. بتاشا من با تو کار دارم. مامان جان من میخوام برم ترکیه، باید با 10 نفر هماهنگ کنم. باشه، هماهنگ میکنی. صبر کن آقا، من برای تو خواب دیدم. چی؟ پنالتی رونالدو گرفتم؟ نه، اون تو چرت و پرت خواب نه، خواب واقعی دیدم. چی؟ دختر مالکیشونو دیدی؟ ای مرض. اصلا گذاشتی حرف دهن من در بیاد؟ بله دیدم، خیلی هم دیدم، خیلی نکرست. خجالت بکش، یه همچین پدری داره، یه همچین مادری داره. خوب نیست آدم پشت سر دختر مردم جور حرف بزنه. تو خودت مادر جوان داری، دوست داری پشت سر مادر تو حرف بزنه؟ آقا تو بحثشی کشیدی وسط، به من چه؟ آقا دایی تو راننده اینه، ببین داره واسه این چی کار میکنه. تو فکر کن فردا روزی داماد این بشی چه کارا که واسه تو نکنه. اون دختر مالکی؟ آره. اون کنار من وایسته، فکر نکنم کلش به زانوی منم تا برسه. بعد شمی الان نماینده مجلسه. خب این رئیس جمهور هم بشه کسی دختره اینو نمیگیره. سر تو داری آقازاده میگیری، کم چیزیه؟ بده؟ نو no. زندگی تو از این رو به اون رو میشه. نو no. من ازدواجی نیستم، ازدواجی هم باشم آقازاده بگیر نیستم. میدونی فوشخورش بالاست، بدبختی میاره. یعنی چی؟ تو مگه مادر نداری؟ ازدواجی نیستم. ای قشنگ گوش بگیر من چی میگم. امشب خودتو به این نشون میدی، اونجور سرزبون تو رو ببینه، قد بالای تو رو ببینه، قشنگ اینه میفهمونه که دروازه‌بان اول شدی داری میری ترکیه. خب چشم، بنده ایشون هم به لیست خودم اضافه میکنم. دو تومن بده. دو تومن چیه؟ دو تومن بده، میخوام برم ترکیه. برو خجالت بکش، هر موقع اینه میگی سلام میگی دو تومن بده، من غلط کردم اصلا. برو میخوام برم جیبم خالیه. آفرین پسر، آب آوردی؟ تقی تقی بیا آب آوردم بچه. بیا آقا بیا اینجا اینجا اینجا. Oui. Ah. Oh.
نسوز جانم آبجی بیا بس بیا بیا این خالی کارم بریزه بریزه آقا دیگه پر کن آقا سر این برده بریز آقا بریز باید بری آب دوباره بگیری بیاری من برای آب کشی آب میخوام یعنی عرض کنم که من نمیخوام خدای نکرده منتی سر کسی باشه ولی در منزل خدا یک یک شما جلوی چشم من رژه میرفتی انشاءالله قسمت همه بشه حالا کو تا قسمت یکی بشه بده مکه اگه بشه که نمیشه حالا اگر شد حاج نقی ما رفتیم اونجا حتما همش تو رو دعا میکنم انشاءالله حالا اینم پسرخالی داره فرمایش میکنه مثلا همین شکستگی که رو سر بنده هست یکی دوتاش به خاطر جنابالیه حالا شما داری خنده میکنی به خاطر وظیفه‌ای که شرعاً و عرفاً گذاشتی گردن من من این ور دنیا شما اون ور دنیا بله چه ربطی داره شکستگی سر شما به من بله. چه ربطی داره من نمیفهمم بله شما این ور دنیا ولی من اون ور دنیا به فکر شما بودم که مشق و زنبه شما نشم شما قبل از رفتن من به من چی گفتی؟ گفتی آقا به جای من به شکل ویژه‌ای سنگ بزن به شیطان آها یعنی من به خاطر حرف ایشون به خاطر اینکه مشق زن بنشم رفتم در نزدیکترین حالت وایسادم اینقدر نزدیک بودم که این حاجیایی که پشت بودن از پشت سنگ که بل میدادن میخورد پس کله من من جلو وایساده بودم دیگه سنگ میخورد پس کله من اینقدر نزدیک بودم که میتونستم اصلا یواش با خود شیطان صحبت کنم رفتم جلوتر به جای ایشون گفتم آقای شیطان شیطان مگه مرده؟ مرد، زن، فهوای کلامه داشته باشه رفتم جلو گفتم آقا این پسرخاله ما زندان بوده آقا، دیگه اونجا آبرو ما رو نمیبردی مرد آبرو که آخه شیطان شما رو که بالاخره بهتر هم میشناسه شیطان نقش ویژه و خطیری داشته در زندان رفتن شما آقا یه جوری میگی شیطان، نمیدونم فلان اینا ما یه چک برگشتی داشتیم گل ببخشید ما خدای نکرده دزدی هیزی نکردیم که شما اینجوری داری بر ما میگی بله بله درسته نه من به خاطر اینکه حرفی که شما گفته بودی رو من به جا بیارم سنگایی که برداشتم چنان به سمت شیطان ول دادم چنان محکم زدم که یکیش کمونه کرد برگشت خورد به پس کله یه زناجی شرطه عربستان پلیس عربستانی میگن شرطه این میخواست منو برداره ببره دیگه انقدر حاجی اومده رئیس کاروان با اومد اونجا از التماس کرد ما رو بخشیدن یعنی من سنگ جوری ول میدادم میزدم که این دیوار اونجا صدای دبه میکرد من فکر کنم اولین نفری هستم که صدای ناله شیطان به گوش شنیدم خدا پدرت بیامرزه نقی جان شما کاری کردی واسه ارسطو که تا سالهای سال از شر وسوسه های شیطانی بیمه شده واقعا لطف بزرگی در حق من کردی البته رحمان جان من برای شما و برادرای شما هم خیلی دعا کردم شوهرت هم داداش خیلی دعا کردم فدایی سنگ پرتاب کردم طواف کردم به جای شما خدایا برادر اینم از این بلای خانمان سوز احتیاط رها بگردان نقی جان داداشای من مشکل دارن ولی نه دیگه در اون حدی که شما داری میگی الان خوش به سعادتشون اگر مشکلی نداشته باشن پیش پیش سنگاشون زدن پیش پیش مرجاشون زدیم رفت خب به سلامتی دیگه همه بزرگترهای فامیل هم اینجا جمعن گفتم من یه پیشنهادی عرض کنم خدمتون گفتم تا اصل کاری های فامیل هستن ما یه عاقدم بیاریم و کار تموم کنیم انشالله کار چیه تموم کنی؟ همین ماجرای عقد من و فهیم خانم دیگه من کاملا مخالفم حالا بزرگای فامیلم اینجا نشستن خیلی من معذرت میخوام میگن هر سخن جای و هر نکته شما اینجا رو مکان گیر آورده که یه همچین صحبتی بکنی این چه حرفیه بذار سر جاش آقا جان یعنیش جانم الو شما بهبود یعنی اسمش همه جا الو. خدا بیامرزدش الان چه بهبود چی آقا الو جانم بهبود
آقا خجالت بکش، من مکه مکرمه بودم، منزل خدا بودم، وگرنه چهار تا چیز درست حسابی طوره بار. چی شده؟ آه هیچ، اما خیلی من شرمنده کردی، خیلی من سر بلند کردی واقعا. چیکار کردم مگه؟ اما دو تا گوسفند، یعنی اگه من شش تا گوسفند زیر پات نزنم زمین ولکن نیست. نه آخه حقوق نگرفته رو تو برایش پیشخور کردی؟ نه نقی جواب فامیل برای من یه مرغ نمیزنه زمین، تو دو تا گوسفند برای چیزی جلو پای من زمین زمین؟ من مرغ رو گفتم برات قربونی کنم. همین دیگه، مرغ، گوسفند، اینا خیلی خیلی زیاد کشتی تو. نه گوسفند رو عرستو کش. گوسفند رو عرستو کش. یعنی چی عرستو کش؟ حالا بعدا باش حساب میکنیم. آخه پس میدیق بابا این به خاطر قپی بلند شده یه کاری کرده، من باید برم تاوان اینه بدم. اما بیا بینم سارا نیکا بگیدی آبروداری کنی. علی پسر، علی جان بیاین داخل بابا، بیاین داخل. آقا وامونده سیگار رو بذار کنار، بیاین داخل بابا. نه آقا برای آبکش من آب لازم دارم، برید آب بیارید. نه برید برید آب داریس فایمه چی ترسیدم؟ واسه چی نرختی؟ یه مایتکسه؟ بابا اینو نخی گفت تو کسی بهش دست نزنی، چرا دست زدی؟ چون من حالا بخوام به چیز دست بزنم بعد از شما اجازه بگیرم آب دیگه؟ آب سمسم 50 تا مهمون تو خونه منتظر هستی آب بخورن. تو شینه آورد خدا آخه نگاه کن زیرش اسم نگه رو نوشته، اسم کارما رو نوشته، نباید نگاه کنی. شاید بنزین مدت برسی تو پولا تو خاک بر سرم. اون یکیش کو اینجا آب ریختم این تو دیگه. اوی نزنو نقی منو میکشه. منو میکشه آبچی، منو میکشه. ای چی بکنیم الان؟ دایی دایی آقا مالکیشون اومدن. اینجا 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 بله دایی حاجی، حاج آقا مالکی تشریف آوردن. بگو دایی حاجی، حاج آقا مالکی تشریف آورد. خیلی خوب بره. بچه رو مدار کرده بهت بگه حاجی. شما اگر مثل آدم یاد بگیرید اسم آدم رو درست صدا کنی، این نادون بچه هم یاد بگیری که درست بگه. چهار تا غریبه هم که نشستن حاجیلی میذارن اول اسم آدم. فهمیدی؟ آقا بعده این عقده بازی ها برای چی؟ من نمیگم عقده بازی که من برای خودم نمیگم، بحث من الان آقای مالکیه، حاج آقا مالکی. این بشر کلی خرج کرده رفته مجلس، شما میگه یه حاجی هم از روش بندازید؟ درست نیست که آخه. بله حاجی. تو بسه دیگه فین 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 کنه مهمون تو خونه است تمومش کن. آبجی چیه؟ داداش من این همه زحمت کشید، این همه سختی کشید، خرج کرد مکر از چکی تقید در اون. وا این چه حرفیه؟ این چه حرفیه؟ آب زمزم اینم من دادم. خیلی خوب خیلی الان به این جمعیت بگی من آب زمزم ندارم اینا باورشون میشه؟ خیلی خوب سر اینم شکسته میکن عتمی دروغ میگه یه جای دیگه بوده میگه من مکه باشه این فهمت. مجلسی آدم قانونی انگا اینا رو خوب میجسبه. خیلی خوب الان باید یه فکری بکنیم یا نه؟ توش کن یه آب به سر ساعت خودت بزن. خب بعد برو عرصو صدا کن بیا تو آشباز کنم ببینیم چه غلطی باید بکنیم. باشه خب جی میگم لاغل به رحمت بگیم. بابا جان میخوایم ایشکی نفهمه، به رحمت بگیم به جار جی. برو عرصو صدا کن. وای رحمت تو چقدر بدبختی که از هیچ چه شانس دهی بود. آقا یه تکون میدی؟ نه بابا خیلی طلب کنم بیم. بفرم حالا بفرم انترنتیه انجام میشه. حاجی جان سلام علیکم خوش اومدید. تبرک دستون در نکنه، راضی به زحمت نبودیم آج آقا. ما مخلصیم آقا، یه تیک کفن دیگه این حرفا رو نداره که. خیلی مبارک آج آقا، ایشالا به شادی ازش استفاده کنی. حاجی جان ایشالا هیچ وقت استفاده نکنی. اگه قرار بود استفاده نکنه حاج نقی بر چی برداشتی آورد؟ ایشالا دشمنتونو بپیچین توش. ایشالا حالا بعد 120 سال عمر بازن. حاجی آب زمزم ما چی شد؟ آب زمزم ایشالا میرسه بین همه تقسیم میکنیم. من یه خاطری بگم برای شما. بفرمایید. از سعی بین صفا و مروه. حاج آخر عرض کنم کارمون ما دستتون درد نکنه. رحمت بله یا این چایی بچه خون من با آج آقا یه امری دارم. عرض داره البته آج آقا ببخشیدش. بفرمایید خواهش میکنم. بفرمایید سه گده دقیقه بلند شمال حالا خواهش میرفتی ببینیم مامان. پرسیدم مامان برنجه یه پرسیدم آماده شده خسته نباشه. خیلی متشکر. بفرمایید خواهش حاج آقا
قرار از مزاحمت حاج آقا، از تورنمنت های خارجی بنده خبر دارید؟ تورنمنت چی؟ یک مسابقه چهار جانبه هست در استانبول، ترکیه میخوام ببره اینا. بله بله، بین تیم های گالاتاسرای، پاناتینایکوس، فنرباخچه و نساجی مازندران. این گالاتاسرای یا پاناتینایکوس اینا تیم های خوبی هستند، بله. تیم های جهانی هستند. آره حاجی، برو ببین مامان تو برنج چیز کرده. اوکی بله میفهمم. حاج آقا با توجه به صدمه که بنده دیدم. صدمه؟ بله. چه صدمه؟ خب دروازه‌بانی تو تخصصی هست. بله. جانم مامانی با من کار داری؟ نه نه، بار از تو. بله، عرض می‌کردم که دروازه‌بانی پست تخصصیه. بله می‌فهمم. یک حاجا خیلی خاکم. لطف کردی. عمره شما رو به من نداده. میگم بدنت من میدم. حتما میدم. عرضم بود که دروازه‌بانی پست تخصصی، یک شوتی به من زده شد. بله. راست. من هم رفتم راست. خیلی راست. به توپ نرسید البته، با کله رفت تو تیر دروازه. گولم شدن. من گفتم با توجه به این صدمه که من دیدم، چون ما اینجا رفتیم ما رو معاینه بکنن که اینجوری کردن یا اینجوری کردن، یه کلا گذاشتن سر ما، اصلا هیچی به هیچ هیچ. حالا گفتم شما میتونی یک نامه به من بدی، من اعزام بشم به کشورهای پیشرفته خارج برای درمان من. حتما والا در حوزه اختیارات من نیست. اعزام به خارج در حوزه اختیارات کمیسیون پزشکیه که اونم اصول قواعد خودش رو داره. درسته، مگه شما عضو کمیسیون فرهنگی نیستی؟ بله من عضو کمیسیون فرهنگی هستم. خب شما نمیتونی یک نامه از کمیسیون فرهنگی بده به کمیسیون ورزشی، کمیسیون ورزشی یک نامه بده به کمیسیون پزشکی، کمیسیون پزشکی این نامه رو که به من داد من این کمیسیون رو به دبیرخونه. صلواتی بلند خط کنی. و کمیسیون ورزشی وقتی دومین صلوات قراتر بفرستین. شما درخواست تو بنویس، من ببینم برای چی کار. درخواست بنویس. برو ببین برنج آماده است دایی. چی کار میکنی؟ دارن آب این که مونده این میدیدم ته این دیگه ایف دارین؟ ایفو بده دختر خاله، ایفو بده. الان چی کار میخوای بکنی؟ خواهی توش آب بریزی؟ نکن، این کار تقلب گناه داره به خدا. خواه اصلا آب ناخالصی نمیشه با آب زمزم خواهی که داد دست مردم. ناخالصی چیه دختر خاله؟ این آب یک قطرش میتونه دریایی از آب متبرک کنه. بده من ایف یه دقیقه گوش کن. یه دقیقه گوش بده بگه ما نمیخوای این پلو رو بده مردم بخورن. میگیم با آب زمزم پخته شده تموم. هم خانم اینا قبول نمیکنن بگی برنج با آب زمزم پخته شده. اصلا حال آب زمزم به ته استکانی بودن شه. اصلا شاید یکی رژیم بود برنج نخورد. میفو بده من. بده شما کاری به این حرفا نداشته باشین. صدا شده هنه این با من. دختر خاله سر قیفو بگیر. من نمیگیرم آقا. هم خانم سر قیفو بگیر. اصلا حرفش هم نزمان دست نمیزم. همکاری نمی کنید. همه آب زمزم رو یه سر آبم قدر دادیم. آقا اینم از آب زمزم. آقا اجازه بدین، اجازه بدین آقا صلوات بفرستیم. اول حاجی، حاجی اول حاجی بذارید توضیح کنن راحت باشین. اول حاجی آقا بفرمین، بفرمین صدا میکنم بفرمین به همه میرسه. حاجی جان اینقدر سنگ این نماینده رو به سینه نزن، اینا نخورده که نیستم که. شما بفرما که گوسفند از کجا آوردی؟ بیا با خوبی کن. آقا دستون درد نکنه آقا نقی. آقا نقی کم یه قطرش هم کافیه، یه طوری بدید که به همه برسه. زیاد حاجی برامون سفارشی آورده. آقا سفارشی مفارشی ما واسه کسی نیاوردیم، کلا دو تا دبه انقدی آوردیم. حاجی جان ما رو حرف حساب باز کردیم، به 10 نفر قول دادیم. شرمنده ما تانکر نبرده بودیم اونجا. در قانون عربستان اومده که تجارت با این آب ممنوس. یه چی که واسه تبرک بندازی تای حلقتون دیگه. اللهم اجعله علما نافعا و رزقا واسعا و شفاء من كل داء و سقم. صلواتی بفرستید. اللهم صل على محمد. دایی سرپر برای من بریز.
من برای شما سرپر بریزم، سرخالی بریزم، شما رو در آب زمزم قوطه ور بکنم، غسلت بدم، همین یک هستید. دستت ور در روشونه آجی؟ نقی چم بذار آب بخوره، آب زیاده بذار بچه سیاه بشه. آبی خواستیم بخوریم ده ده تیکه به من بردم. برو جلو. بسم الله بگی. بسم الله. نقی یه جور بریز نریزه، این دو سه قطرش ریخ. دست شما داره فرم. بیشتر بریز نره جان هست. من این مرمون اسم. بابا دو تا چالیتی یه شهر آدم. زحمت کشید. خیلی ممنون. 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 خیلی متشکر، خیلی ممنونم آقا نقی. انشالله من هفته صبح شما هفته رو میبینم که با هم به جلسه بریم. هفته صبح جلوی منزلم. خیلی متشکر. محبت حتما چش. محبت کرد. سگر لطف کنیم مطرح کنیم. چش. بگیرم ممنون. خدا حافظ. ممنونه تمام جان. صد دفعه به شما میگم یه نفر. ممنون رهی. آقا دمت گرم. خدا دم شما گرم. دم شما گرم. کولاک کردین. کولاک. ماشاءالله به این پیشرفت. ماشاءالله ماشاءالله. آقا من یه رفیق دارم. این 1.5 میلیون فالوور داره. خب؟ 2.5 میگیره پست شما رو میذاره تو اینستاگرام 500,000 ویو میخوره. من اگر باهاش صحبت کنم دو راضیه. چطوری هست؟ ها؟ شب بخیر بابا. شب بخیر بابا. آقا مالکی داری تشریف میبری؟ بله بهتر جان. مخلص شما. خواهش میکنم در خدمتی. قربان شما. خوبه. آقا مرموم نشد یه چیزی رو داخل به شما بگم، یه امر خیر داشتم. خیر انشالله. آره بگو راحت باش. شما جای پسر منی. شما هم جای پدر منی. خواهش می‌کنم. زنده باشی. خدا رحمت کنه پدر شما. خدا اموات شما رو بیامرزه. حاج آقا یکی از دوروریای باشگاه ما شرایط اقتصادی خیلی بدی داره. پدر هم نداره، حتی پول نداره الان لباس بخره بیاد ترکیه. ایداد بیداد. آره این در این حد. ما یه گروه واتساپی تشکیل داریم با بچه‌ها، یه مقدار پول جمع جور کردیم. گفتم اگر صلاح بدونین اجازه بدید شما هم تو این گروه واتساپی اد بکنم اگر بخواین کمکی بکنید. منو که به گروه واتساپی اضافه نکنید بتاشون. آره اصلا صلاح نیست، چون بعضی وقتا جوکای نامناسب میفرستن، اصلا چیز نیست. ما برای کمک گفتم که ثوابشو ببرید. باشه من در حد توانم کمک میکنم. فقط حاج آقا چون ما فردا میخوایم بریم ترکیه وقت نداریم. حالا چقدی لازم هست؟ 2.5 2.5 برای یه مقداری پول جمع کردیم و 2.5 کم بریم. شما شماره کارت داری؟ جان نه همین اگر بشه این عکس بگیرید ها؟ آه خب همین کارت دیگه. بله 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 منظور منم همین بود. خواهش میکنم. اینو نگهش دار به نام خود شما. بله 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 بسیار خیلی من ممنون. انجام میدم بزرگواری همه جا صحبتته همه جا ممنونم. بزرگواری کرد بزرگواری کرد. کاش میگفتم 5 تومن. آخ آقا رضایی خیلی زحمت کشید تشریف آوردی. آقا رضایی آقا رضایی یه بنده خدایی هست این پدر نداره؟ خب من سوغات شما رو بدم که مجلس اولی تقدیم می شود به اولی مالکی هما خانم. بله هما خانم دست درد نکنه با چقدر خوشنگه لباس شب.
همرنگ کفشا. زحمت کشیدی؟ بشاری ایشالله. خوشگله. باز شود بلکه پسندیده شود. حالا بعد دومیش. دومی تقدیم می شود به هما خانوم. بازم من؟ همون شالی که با اون مانتوه گفتی می خواهم برم صدا سیما. سومی یک عطر روز و شب تقدیم می شود به هما خانوم، همونی که گفتی بوی خوبی داره. خیلی ممنونم. حتی منو فهم نداریم که با هم استفاده میکنیم. خب و اما چهارمی، چهارمی تقدیم میشود به هما خانوم، کفشای همرنگ با مانتو برای صدا سیما. ممنون نقی جان. نقی برای بقیه. نوکر بقیه هم هستم من. نوکر بقیه هم هستم. اما بقیه، بقیه چهار رنگ تسبیح آوردم، چند تا چند تا آوردم که هر رنگش رو خواستیم برداریم به کسی هم خواستیم بدید. این چه باحاله، این خوشگله. این بداشم بده من این یه دونه رو مخصوص جدا کرده بودم، تبرک کرده بودم، اینه برای هما. هما جان نه قابل نداره بهداشت، قابل نداره. یه وقتی میگه برای هما دیگه هما. اینم هست که سارا نیکا شما خواستین از این دو رنگ بردارین که قاطی نشه با هم. بفرمایید خدمت شما. آخ دست شما درد نکنه، خیلی زحمت کشیدی. همه شرمنده کردی، ماشاءالله چهار رنگ هم برداشتی آوردی مطابق با سلیقه همه. هر کس خواست هر رنگی خواست برداره. دمت گرم. مطلق میگی؟ نه من چیزی نگفتم. یعنی چی؟ من کالیفرنیا که نرفته بودم، رفتم مکه. اونجا همینه دیگه، یه چهار تا چیزی تبرکی برمیداری میگیری. بعدم اینجا به ما آموزش دادن، به ما آموختن که شما پول علکی تو جیبت نذار، نیفتی تو بازار این بر خریدی من از یاد خدا غافل نشی. چطور در مورد هما از یاد خدا غافل نشدی؟ کیه؟ تلفن اونجا؟ الو کیه؟ نمیدونم، شما رو خارج صداش نمیاد. بابا جی انگلیس جواب ندی. انگلیس برای چی؟ وای. الو، من اینه قبلا دیده بودم. الو بفرمایید. همین که همه دور نشستیم بعد تلفن هما خانم زنگ میخوره، میگه فکر کنم از خارج، شما میگی احتمالاً انگلیس خواهر بهبود. من اصلا حرف خواهر بهبود زدم؟ خواهر بهبود انگلیس چی میگی؟ نه شما گفتی انگلیس، من خواهر بهبود یاد کردم. و اما این یادم رفته بود، این برای هما، کل چمدون برای هما. بابا ولکن یه مش تصویر پلاستیکی آوردی سر کوچه میفروشن دیگه. حاج آقا بداشت اینه برای تو آوردم. به سر پسر خاله، این ست کامل، شامپو بدن، شامپو سر، خمیر دندون، مسواک، کفش رو فرشی، گوشگیر و چشگیر هم داخل حوله هست. خدمت شما. بله. برای بیدش نیست؟ فرق نداره. دست در نکنه دست. مرد حساب. از مکه اومدی جلو پای تو من دوتا گوسفند زمین زدم. شما برداشتی مسواک و خمیر دندون هتل برداشتی برای من آوردی؟ باری کلا به این سخاوت رو. شب خوبی داشته باشین. به روز سارا نیکا عمه بلش. شب بخیر دایاجی. شب بخیر بابا. شب بخیر بابا. سارا نیکا یه آب. این آب خب رامان جان، این شماره آژانس داری؟ دیر وقت من رفع زحمت کنم. آژانس ها؟ ممنون میشم. 44؟ بله. 43؟ بله. 42؟ صحیح. 1. من میرم که آژانس اومد بیرون در منتظر نمونه. شب بخیر.